ایرانامه یکی از بهترین نشریه هایش که به زبان فارسی در هر جای دنیا منتشر میشه و در واقع میشه بیشتر از اون رفت و گفتش که یکی از برجسته‌ترین نشریات اکادمیکی است که به زبان فارسی در میاد و کمتر نشریه میشه تصور کرد که این غنای ایرانامه و کیفیت هم آثار و نوشته ها و مقالاتی که توش منتشر میشه داشته باشه و هم کیفیت عرضه و ارائهش از حروف چینی و عرض کنم حضورتون صفحه بندی و عکس ها و غیره این چیزهایی که توی ایرانامه در میاد. ایرانامه یکی از مهمترین ویژگی هاش این هست که مقالاتش توسط اهل تخصص بررسی میشن به شیوه مجلات خوب آکادمیک که در دنیای غرب در میان، یعنی مقاله که میرسه وقتی سردبیر بررسی اجمالی میکنه و میبینه که این مقاله ممکنه زمینه داشته باشه برای چاپ و انتشار در ایرانامه، اون رو ارجاع میده به یک کسی داوری که بخصوص در زمینه اون موضوع اطلاع و احیانا حتی انتشارات داره و او قضاوت میکنه و اگه لازم باشه پیشنهاد تجدید نظرهایی رو میکنه و پس از طی کردن این پروسه اون وقت مقاله در ایرانامه چاپ میشه. ایرانامه گمان میکنم که در حدود 30 سال هست که مستمرن منتشر شده با همین کیفیت، ولی این کیفیت دائم یا بهتر بگم با همین شیوه ولی کیفیت اون مرتبا بالاتر رفته و در حال حاضر من نمیتونم گمان کنم که نشریه به زبان فارسی وجود داره که در سطح ایرانامه قرار داشته باشه. خود من در ایرانامه این امتیاز رو داشتم که مقاله منتشر کنم و حتی در یه موردی هم در مورد یک بخش از ایرانامه سردبیر مهمان بودم. به زحمت میتوان فکر کرد که ایرانامه رو چگونه میشه پیشرفت داد، بهتر از این کرد، برای اینکه دقت فوق‌العاده‌ای که در وضوح فرم و محتواش میشه جای زیادی برای عرض کنم بهبود و بهتر کردن نمیگذاره. من تنها چیزی که میتونم در این باره فکر کنم موضوع توزیعشه. توزیع هر مجله‌ای در خارج از کشور و هر کتابی در خارج از کشور همه میدونن که کار بزرگی است و پرزحمت و ایرانامه هنوز جا داره که در سطح وسیع‌تری توزیع بشه و به دست خوانندگان و مشتاقان برسه و بخصوص آگاهی بده به جامعه ایرانی خارج از ایران. خیلی ممنون.